درود به همیهنان عزیز، امروز جمعه 2 آبان با خلاصه اخبار و توده در خدمت شما هستم. کمیته قضایی سنا مدیران فیسبوک و توییتر را برای پاسخ درباره داستان هانتر بایدن فراخواند. فیسبوک و توییتر پس از رسوایی ایمیل های هانتر بایدن پسر معاون اوباما، اخبار مربوط به ایمیل ها را سانسور و اکانت هایی را به این داستان می پرداختند قفل کردند. علی مجتهدزاده وکیل دادگستری گفت زمانی در خرمشهر چندین رزمنده جانشان را فدا کردند تا جنازه دختری را از دست دشمنان عراقی به در آورند. امروز چند کیلومتر آن طرفتر در آبادان شخصی با لباس نگهبانی در حال دست درازی به ناموس کسی است. به این عمل خیانت به خون شهدا می‌گویند، نه چند تار بیرون مانده از روسری. شرکت گوگل در بیانیه‌ای تایید کرد که 250,000 ایمیل تهدیدآمیز و اکانت‌های جیمیل رای دهندگان آمریکایی از طرف کارزارهای مرتبط به رژیم در ایران فرستاده شده است. کمیته قضایی مجلس سنا که جمهوری خواهان در آن اکثریت را دارند، ایمی برت، نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای عضویت در دیوان عالی آمریکا را تایید کرد. در صورت تایید صلاحیت او در مجلس سنا، تعداد قضات محافظه‌کار دیوان عالی آمریکا از مجموع 9 کرسی به 6 نفر خواهد رسید. 3 نفر از این قضات محافظه‌کار را دونالد ترامپ معرفی کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد ایرج مسجدی، سفیر جمهوری اسلامی در بغداد را به دلیل ارتباط با سپاه قدس در فهرست تحریم‌ها قرار داده است. جمهوری اسلامی نیز در واکنشی مضحک سفیر آمریکا در عراق را تحریم کرد. مهدی امین، فعال سیاسی و از مخالفان جمهوری اسلامی، دیشب در خانه‌اش در تورنتو کانادا به دست مزدوران رژیم با ضربات چاقو ترور شد. همچنین حامد اسماعیلیون عنوان کرد وی نیز به مرگ تهدید شده است. به نقل از رویترز، اقدام رژیم ایران برای دخالت در انتخابات آمریکا با اشتباه احمقانه هکرها لو رفت. هکرهای ایرانی با انتشار اشتباهی یک فایل ویدئویی باعث لو رفتن اطلاعات خود شدند. روزنامه بریتانیایی تایمز در گزارشی به نقل از منابع اطلاعاتی غربی نوشت که جنبش حماس از یک پایگاه مخفی آنلاین در استانبول ترکیه برای هدف قرار دادن مخالفان خود استفاده می‌کند. خبرگزاری رویترز به نقل از چند منبع آگاه اعلام کرد که جمهوری اسلامی چندین محموله بنزین و نفت خام به سوریه ارسال کرده است. بر اساس این گزارش، این محموله‌های سوخت کمبود بنزین در سوریه را که به دلیل تحریم‌های آمریکا شدیدتر هم شده کاهش می‌دهد.